تصورات مختلف از خدا در ادیان ابراهیمی چگونه است؟ اوصاف او چیست و چه تصوری از او با نیازهای انسان امروزی سازگارتر است؟ نه تنها در سنت دینی بلکه در ادب فارسی هم فراوان در باب تصورات متفاوت از خدا سخن گفته شده. اون گدا گوید خدا از بحر نان، متقی گوید خدا از عین جان. گاه خدا انسانوار و تشبیهی یا متشخص تصور شده و گاه بدون اوصاف انسانی به گونه‌ای سلبی و غیر متشخص. عموماً خدای انسانوار خدایی است نه تنها ناظر بلکه دخیل در کار جهان، خدایی که چشم دارد و می‌بیند و خشم دارد و می‌ترساند و لطف دارد و بنده را می‌نوازد. اما تصور خدای غیر متشخص اغلب تصور خدایی است که عرصه را به خود انسان واگذار کرده و در بعضی خوانش‌ها حتی از کار جهان پس نشسته. ادیان ابراهیمی کدام یک از این تصورات متفاوت از خدا را بارز می‌کنند؟ قرآن چه تصوری را قوت می‌بخشد؟ کدام تصور از خدا با نیازهای انسان مؤمن امروزی سازگارتر است؟ حسن یوسفی اشکوری، پژوهشگر دینی، میگوید در قیاس با دیگر ادیان ابراهیمی اسلام راه را بر تصور خدای غیر متشخص یا سلبی بیشتر گشوده. سروش دباغ، او هم پژوهشگر دینی، میگوید تصور امروزی از خدا راه را بر انواع جدیدی از نیایش میگشاید. خیلی خوش آمدید آقای اشکوری. به ما بگید تصورات مختلف از خدا در ادیان ابراهیمی چیه و چرا فکر میکنید در اسلام خدای غیر متشخص، غیر انسانوار، سلبی، تنزیهی، هر اسمی که روش بگذاریم مشخص خواهد شد منظورمون چیه، خدای غیر متشخص معتقدید در اسلام، در قرآن بارزتره؟ چرا؟ مبدأ و نقطه عظیمت همون تجلی تفاوتها در تنوع و تکثر تجلیاته. یعنی اینجوری من میتونم بگم در یهودیت عرض کنم تجلی خداوند در کوه توره و هرچند کلام هم هست، برای اینکه تو خود قرآن هم میگه که مسیح حضرت موسی کلیم الله است دیگه، لقب کلیم الله لاقل در بینش اسلامی ما کلیم اللهه. در مسیحیت هم بسیار تجسد حضرت مسیحه که خداوند در فرزندش، در پسرش مسیح تجسد پیدا کرده که حد اعلای انسانوار بودن خداست. بله، یعنی انسان، خداوند در قالب انسان. اصلا در خود انجیل وقتی که نگاه میکنیم کلمه به اصطلاح انسان در حضرت فرزند انسان، انسان مرتب درباره حضرت مسیح به کار برده میشه. در اسلام تفاوتش با اون دوتا اینه که اونجا هم تجلیه به گمان من، یعنی با مفهوم تجلی میشه توضیح داد، ولی در اسلام تجلیش در کلامه، در سخن گفتنه. یعنی خداوند با پیامبرش حضرت محمد سخن گفته. حالا این سخن چگونه بوده؟ خب میشه حالا بحث کرد، دربارش صحبت کرد که این میکانیزم نزول کلام الهی چی بوده، پیغمبر چجوری تلقی کرده و بعد دوره چگونه به دیگران رسیده، شاید در ادامه بشه صحبت کرد. ولی شما که از مثلا تفاوت ها میپرسید، به نظر من این تفاوته. اما در یه سطح کلام، چی در مسیحیت، چی در یهودیت، چه در اسلام، میتوان یک تقسیم بندی کلان کرد و اون همون تقسیم بندی معروفی هست که متکلمین ما چه در اسلام چه در مسیحیت اسلام کردن. یعنی خدای متشخص، حالا یا متشخص انسانوار یا متشخص غیر انسانوار، ولی خدای متشخص یعنی خدایی که عکس العمل نشون میده، خدایی که زنده است، خدایی که فعاله و اوصافی داره. اوصافی داره، بله، صفات ثبوتیه ای داره، سلبیه ای داره. بله. اما در عین حال عرض کنم که این یکی یکم خدا و خدای سلبیه. خدای سلبی به معنی که دارای اوصاف مشخص در دقیق روشنی نیست. و شما معتقد هستید در قرآن هر دوی این تصورات هست، اما تفاوت اسلام با ادیان ابراهیمی دیگر این است که در قرآن راه بیشتر گشوده شده بر این خدای غیر متشخص یا سلبی یا تنزیهی، خدایی که اوصاف انسانی نداره. درسته، همینطوره. یعنی به گمان من تو قرآن وقتی که نگاه کنید، خب همه جا به خداوند نسبت داده میشنود، غضب، خشم میگیرد، مهر میورزد، عذاب میکند، عقاب میکند، همه اینا هست دیگه، بهش داره، جهنم داره، همه این اوصاف. یعنی در واقع انسانوار به نسبت هم داده شده. اما در این حال همین قرآن را وقتی که نگاه میکنید مرتب
تأکید میکنه که لیس کم استهیشه، نمیدونم مرتب خدای تنزیهی را مطرح میکنه. و حالا در اوایل اسلام، قرون اولیه اسلام که اون موقع حسگراتر بودن، تجربه گراتر بودن، شاید اسلام به یهودیت و مسیحیت زمان خودش نزدیکتر بود. خب بیشتر اون خدای متکلمین و خدای به اصطلاح متجسد بیشتر یه انسانوار مطرح بود، مثلا متشخص. بعد یه باشاش به خصوص از قرن چهارم پنجم به بعد، بعدن اشاعره پیدا میشن، معتزله پیدا میشن، عارفان پیدا میشن، صوفیان پیدا میشن، دیدگاه فلسفی وارد داستان میشه. به نظر من خدای تنزیهی خیلی رشد میکنه در دیدگاه های بسیاری از عرفای ما، بعضی از فیلسوفان ما. و بنابراین من خودم شخصا امروز، البته به خصوص در قرن 20 و 21 با دیدگاه، با توجه به دیدگاه‌های فلسفی امروز، معرفت شناسی امروز، که خیلی از اون دیدگاه‌های سنتی دیگه امروز پاسخگوی معرفتی نیست برای بشر امروز، امروز به خصوص گرایش به الهیات سلبی در حدی که من احساس می‌کنم چه در مسیحیت و چه در اسلام بیشتر شده. چرا اشاره کردید به این که حسمندتر بودن پیروان ادوار اولیه در اسلام، ولی بیشتر میتونید توضیح بدید چرا خدای انسانوار هم داریم؟ آیا منظور اینه که خدای غیر انسانوار، غیر متشخص، قابل درک نبود، قابل فهم نبود؟ برای ذهنهای حسگرا، که البته از قدیم بوده، هنوز هم هست، هنوز بشر عموما غالبا حسگران، تجربه گران، بله، ولی در گذشته همونجور که اشاره کردم، شاید حد میزنم در اسلام بسترم به اصل مسیحیت و یهودیت نزدیکتر بودن، بیشتر تحت تاثیر اونا بودن یا تجربه گراتر بودن، به خصوص عرب ها که خیلی اونچنان که امروز محققین میگن خیلی بینش فلسفی و دیدگاه اینا داشتن. ولی بعد همین اسلام میاد با آیین مانوی در ایران آمیخته میشه، با زرتشتیت آمیخته میشه، با عرفان اواخر عصر ساسانی در ایران آمیخته میشه، میره با روحانیت مسیحی، دیدگاه کلامی مسیحی و حتی یهودی و از اونور بودیسم آمیخته میشه. به نظر میاد که یواش یواش این دیدگاه اسلام خدای تنزیهی قوی تر میشه و نیرومندتر میشه، برای اینکه بیشتر میتونسته پاسخگو باشه. البته این رو هم باید اضافه کنیم که هر یک از این دیدگاه ها رو چه در اون سیاق قدیم چه امروز بپذیریم، هیچ کدوم از اینا تمام نیست، هر کدوم با ابهاماتی مواجه میشن، با اشکالاتی مواجه میشن. ولی میتونیم نتیجه بگیریم از صحبت های شما که تصور مؤمنان از خدا تاریخمنده، تختبند تاریخه. بله همینطوره، برای اینکه اصلا تصورات و تصویرات هی مرتب مثل یه فیلمی میمونه که مرتب تصویراش عوض میشه. شما چی میتونید اضافه کنید به اونچه که آقای اشکیوری گفت؟ آقای دباغ، عرض میشود که به لحاظ تاریخی آنچه که جناب اشکیوری فرمودند رو میخوام اینگونه توضیح بدم که دو تا اصطلاح اگر ما داشته باشیم، یعنی از تاریخ پیش ادیان ابراهیمی که چند خدایی بوده، پولیتئیزم، تا میرسیم به تاریخ ادیان ابراهیمی یا مونوتئیزم که الان هم ذکرش رفت، یهودیت، مسیحیت و اسلام. نکته‌ای که میخوام اشاره کنم با عنایت به اینکه خب به نحو تطبیقی بارها تورات رو با انجیل و قرآن از این حیث قیاس کردم، هرچی که پیشتر آمده ایم اون خدای متشخص انسانواری که ذکرش رفت ارتفاع بیشتری گرفته، یعنی انگار که حالا به تعبیری ترانسندنت شده، اون بروز و ظهور ملموسی که فی‌المثل یهوه در تورات داره که خیلی نزدیکه با زندگی دینداران و به یه معنای متعارف‌تره در قرآن که میایم، یعنی در این مسیر که آمدیم جلو، اون تصویر از خدای متشخص انسانوار تنزیهی‌تر شده، یعنی ارتفاع یافته. ظاهراً به نحو تاریخی که نگاه میکنیم و از حیث بسامد باورمندان یا قائلان به تصورات مختلف از خدا، یعنی خدای متشخص غیر انسانوار و خدای نامتشخص که الان هم ذکرش رفت، ظاهرا عده و عده شون بیشتر شده است. و من تصورم اینه که میشه اینگونه انگاش که به سبب اینکه خب معونه متافیزیکی یا بگیم عرض می شود که اون تصور بار متافیزیکی کمتری داره، احتمالاً مقبولیت بیشتری هم پیدا کرده است. بله، شما هم در این که معتقدید خدای تنزیهی بیشتر بارز شده در ادیان الهی و حتی در خوانش‌های مختلف از هر یک از این ادیان، معتقدید که خدای فلاسفه مشا که شما تصور اونها رو بیشتر می‌پسندید از خدا، خدایی است که
درش از الهیات ایجابی هم استفاده شده. به عبارت دیگه اعتقاد ندارید که خدای کاملا تنزیهی و سلبی خدایی است که با تصورات و نیازهای انسان امروزی سازگاره. به ما بگید منظور شما چیه وقتی میگید خدای فلاسفه مشا که درش از الهیات ایجابی هم استفاده شده؟ بله، از قضا در ذیل بحث از مسئله شر بود که دو سال پیش چند جستار من هم نوشتم، هم مصاحبه انتقادی مبسوطی داشتم، کوشیدم توضیح بدهم که خدای فلاسفه مشا که الان ذکرش رفت، که مشخصا خدای ابن سینا و فارابی در سنت ما قریب به این مضمونه که یه خدایی که واضع قواعد و قوانینه و این قواعد و قوانین صلب و سخت در هستی جاری و ساری هن و بر اثر تأثیر و تأثیر اینها بر روی یکدیگر امور پیش میره. اون وقت به این معنا میشه توضیح داد که به لحاظ منطقی و لاجیکال مسئله شر رو، یعنی بروز و ظهور شروع در این عالم رو، با فرض گرفتن این تلقی از خدا میشه سازوار انگاشت. درک اونها این بوده، حالا چه فارابی، ابن سینا، تا جایی که من میدانم و خوانده ام، که در دل سنت اسلامی این بخش رو خواستن برکشن، یعنی متافیزیکشون، متافیزیک البته سلسله مراتبی به معنایی، اما اینکه یه خدایی که قوانین تخطی ناپذیری مثل جاذبه، فرض کنید مثل دیگر قوانین، قوانین نور، انکسار نور و امثال هم که در عالم جاری و ساری، بنابراین بوده و اون وقت شرور به تعبیری و خصوصا شرور طبیعی، چون شرور انسانی رو میشه بحث اختیار آدمی رو در میانه آورد، شرور طبیعی رو این گونه اون وقت میکوشیدن توضیح بدهن. این اما کجاش ایجابیه؟ میخوام اینم، برای اینکه این توصیفی کردید خدای سلبیه که قوانینی، قواعدی گذاشته که ازش تخطی نمیشه، اما چرا معتقدید ایجابیه؟ برای اینکه هنوز چیزی غیر از خدای سلبی درش ندیدم. ببینید، در خدای سلبی اصلا راجع به خدا نمیشه سخنی گفت به نحو ایجابی، یعنی اگر تعبیرش رو بخوام به کار ببرم، اپوفتی تیالوژی که همون الهیات تنزیهیه، یا ویا نگاتیوا به تعبیر یونان و زبان لاتینی، ما فقط به نحو سلبی راجع به خدا میتونیم سخن بگیم، چرا که نهایتا شبیه ترین چیز به خداوند سکوت است، اونطور که مایستر کارت میگه و عرفای ما هم فراوان در سنت عرفانی از غیبت گفتن. غیبت، بله، هم از غیبت، همین که اصلا راجع به خدا نمیشه سخن گفت به نحو ایجابی. کاشکی هستی زبانی داشتی، تازه هستان پرده ها برداشتی، کاش خود هستی سخن میگفت. این اون الهیات سلبی و تنزیهیه، یعنی از جایی به بعد ما جز به نحو اشاری راجع به او نمیتونیم سخنی بگیم. در ابن عربی هست، در مولانا هست، در عطار هست، در شمس تبریزی هست، عموماً عموم عرفای سنت خراسانی ما تا جایی که من در میابم درکشون یه همچین درکی از خدا بوده، یا به قول جان هیک متأله معاصر انگلیسی، خدا خدای فوق مقوله است. یعنی ما فقط به نحو اشاری میتونیم بهش بپردازیم. این اون تصویر تنزیهیه. بله. اما در تصویر الهیات مشایی، همین که خدا واضع قواعده و قوانینی در عالم جاری و ساریه و این قواعد و قوانینی که امور رو رقم زده است و پیش میبره، میشه گفت که مؤلفه‌ای از این دست وجود داره. بله. در الهیات ایجابی. شما این تعبیر رو میپذیرید آقای اشکوری که الهیات تنزیهی در واقع تصوری از خدا میده که درش نمیشه جز به شکل سلبی از خدا سخن گفت؟ بله، ببینید، همین الهیات سلبی یا ایجابی، تنزیهی، تشبیه، هر کدام اینها به اصطلاح مراتبی دارن، یعنی اصلا نمیشه از یک واژه صحبت کرد. یک نقل امروز بعضی ها رو گفتن که مثلا الهیات سلبی رادیکال، غیر رادیکال. در الهیات سلبی رادیکال که واقعا یعنی خدا، یعنی واقعا غایبه، غایبه، یعنی از هستی غایبه، حتی نام نداره، نشان نداره، اصلا نمیشه راجبش صحبت کرد، اصلا به لفظ در نمیاد، به کلمه در نمیاد. اما که خود من بشینم الهیات سلبی اعتقاد ندارم، عملا با اینکه خدایی وجود داره و نداره عملا مساوی میشه. اون چی که معقولتر و منطقی‌تر هست، خیر الامور اوسطها، شاید منطقی تر قابل دفاع تر باشه، اینه که من خودم به این اعتقاد دارم، یعنی یک تلفیقی از صفات ثبوتی و سلبیه خداونده. همونجوری که آقای دباغ هم گفتن، خدایی هست، این خدا
به اصطلاح غیر متشخصه، عرض کنم که ولی در عین حال غیر متشخصه، نا انسانوار، ولی در عین حال این خدا صانع، وقتی که صانع هست پس بنابراین در این جهان حضور دارد. به اصطلاح اون آیه قرآن که مشهور هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، یا فرض کنید که عرض کنم که در بسیاری از این ادبیات دینی قرآنی به اصطلاح عرفانی ما مسئله این است که شاهد و ناظره، همه جا هست و هیچ جا نیست. یکی از ولی چطور این خدا رو شما قابل درک میکنید برای مؤمنان؟ آقای اشکوری، وقتی خودتون دارید میگید که همه جا ناظر هست و نیست، وقتی خودتون میگید در آثار مختلف دلیل این که اوصافی نسبت داده شده برای این بوده که قابل درک کنن، حالا این حد از خدای سلبی و تنزیهی برای مؤمنان اصلا انگیزش ایجاد میکنه؟ چون شما برای اینکه خدا رو فهم کنی نیاز به تخیل هم دارید. بله، یکی از مشکلاتی که هست این خدای تنزیهی و سلبی، که خود من وقتی این نظریه رو مثلا گاهی مطرح کردم، با خود من همین بحثا رو داشتن و مطرح کردم، این خدا به اصطلاح، حالا تعبیر ارتفاع رو آقای دباغ به کار برد، اونقدر ارتفاع میگیره که دیگه اصلا به گردش نمیشه رسید، یعنی با جهان و انسان رابطه ای نداره. ولی من معتقد هستم که این، اول این رو بگم، خداشناسی من بر اساس براهین فلسفی و کلامی که واجب الوجود و ممکن الوجود و متکلمین اسلامی میکنه، خیلی نه که اونا رو بی اعتبار بدونم یا قانع کننده نباشه، به لحاظ اقناع عقلی تا حدودی آدم رو نزدیک میکنه به اینکه به لحاظ معرفتی و فلسفی بفهمه. اما به نظر من خدای ادیان، خدای ادیان ابراهیمی از جمله خود اسلام، یه خدای وجودیه، یعنی اون رو باید شهودی درکش کرد. اصلا ایمانم به نظرم همینه. آقای دباغ، این حد ارتفاع که شما ازش نام بردید، آیا خدای تنزیهی، خدای سلبی یا نامتشخص رو تبدیل به خدای نخبگان نمی کنه؟ برای اینکه برای عموم مؤمنان همجوری که آقای اشکوری گفتن فرقی هم نمی کنه در صدر اسلام در امروز، تخیل خدا لازمه و شما باید اوصاف بدی به خدا که بتونی درکش کنی دیگه، و اگر چنین نباشه این میشه خدای عرفا، خدای یه عده‌ای که میتونن استدلال کنن یا از طریق شهود به اون موجود نامتشخص برسن. این خدا رو از دسترس عموم خارج میکنه. بله، بذارید یه فقط سخنمو در پاسخ به پرسشتون از این فقره عهد عتیق بیاغازم که در ده فرمانه که در اولد تستمنت عهد عتیق آمده که نام خداوند را بیهوده بر زبان میاور. من یادم سالها پیش که این رو خوندم خیلی به دلم نشست، از این منظر که نوعی در متن مقدس که عهد عتیق باشه این به میان آمده است، یا در قرآن که جناب اشکوری هم اشاره کردن، خب ما آیاتی مثل لیس کمثله شی یا هو اول و الاخر، ترجمهشون رو بگید که چیزی به خدا مثل و مانند نیست، شبیه خداوند نیست، و اینکه خدا هم اول است هم آخر است، هم ظاهر است هم باطن است. یا فعینما تولو فثم وجه الله، به هر سو که رو بکنید خداوند رو میبینید، یعنی انگار تعین و کرانه ای نداره. میخوام این رو عرض بکنم، این درسته، ما دو جور یه وقت راجع به خدا سخن میگیم، دو سطح رو باید از یکدیگر تفکیک بکنیم. اشاره به قوه خیال کردید به درستی، به یاد اون حرف فارابی در سنتمون میفتیم که به طریقی از طریق ابن میمون اسپینوزا هم این رو بعداً در کتاب رساله الهیاتی سیاسی خود در سده 17 هم طرح کرده که خدا در سطح قوه خیال، پیامبران در سطح قوه خیال با مردمان سخن میگفتن. قوه خیال یعنی اون ایمجینری، یعنی تصورات، و عرض میشود که خیال انگیزی به معنای همین تخیلی که ذکرش رفت، یعنی گریز و گزیری از آنها نیست. ظاهراً جمهور متدینان از این منظر با خدا مواجه می شود. اشارتون به پیامبران اشاره جالبه، به اینکه گفته میشه که پیامبران برای عموم صحبت میکردن. بله. عرفا اما نخبه بودن. بله. برای نخبگان صحبت میکرد. این روند تصور تنزیهی از خدا، این روند فلسفی عرفانی از خدا، این باعث میشه که دین بشه دین نواندیشان نخبه.
عموم مردم چی؟ فکر نمی کنم با اونها علما اون وقت باید حرف بزنن، با اونها آیا همجوری که یکی از منتقدان گفته بنیادگرایان باید حرف بزنن، یا خدا ناباوران حرف بزنن با عموم مردم بگن که این خدا اینقدر دور از دسترسه که شما باید به خدا ناباوری برسید؟ نه، درک من این نیست. به توضیح که عرض میکنم، ببینید این تفکیک منطقا مدلولش این میشه که انواع دینداری ما داریم. دینداری متعارف اونیست که شما گفتید، دیندار جمهور مردم و متدینانه که الان بهش بر میگردم، اون وقت دینداری عارفانه یا مواجهه با امر متعالی که حالا به تعبیر من سالک مدرن با امر متعالی مواجه میشه به تعبیر شما نخبه‌گرایانه میشه. اما اگر برگردیم به جمهور متدینان، نه، قرار نیست که درغلتن به جانب خدا ناباوران از سوی بنیادگرایان، بلکه میشه مقولات و مقوماتی اخلاقی رو مثل عدالت، مثل ظلم، خشونت، اینها رو برکشید و سوق داد، چون در سطح قوه خیال پیامبران با مردمان سخن میگن. به ایشان میشه گفت، به جمهور متدینان، که روایتی از دینداری رو برکشید که با شهودهای اخلاقی عرفی و با عدالت در تناسب و سازوار بود، سازوار باشه. به نظر من این رو نمیشود منکر شد که الهیات سلبی، حالا رادیکالش، حتی میان روی که بنده ازش دفاع میکنم، این با چون اینقدر ارتفاع میگیره که برای خیلی به کار مردم عادی و معمولی نمیاد، یعنی به نظر من نخبه گرایانه است، یعنی بیشتر به درد نخبگان، فیلسوفان، اهل عرفان، اهل معرفت، کسانی که خودشون هم ارتفاع میگیرن هم افق میشن با اون دیدگاه. به نظر من این عیب این چیز هست، یا این ایرادی که میگیرن به ما هست. ولی فکر میکنم اگر به خود قرآن مراجعه کنیم تلفیقی بین این دوتا هست، یعنی چون اگر اصل لسان قوم رو بپذیریم که خود قرآن میگه، قبلا هم پذیرفتیم که قرآن هم در تختبند زمانه، زبان قوم عربیه، ولی در همونجا میبینیم که از یک سو لیست کمثله شیء رو خدای تنزیهی و فراوان مفصل صحبت میکنه، ولی در همونجا هم باز میبینیم از تمثیل ها و تشبیه ها و همسار اینا صحبت میکنه در خود قرآن. در همونجا هم میگه اشد حبا لله، رابطه در قرآن، محور قرآن، که البته من با اون دیدگاه دوستمان جناب دکتر سروش، نه سروش دباغ، سروش پدر، بله، خیلی موافق نیستم که قرآن خوف نامه است و عشق نامه رو عرفا اضافه کردن. من چنین باوری ندارم. بله. عرفا من فکر میکنم، حالا تو یه بحث دیگری است، عدل قرآن میشه در قرآن هم کلمه حب و دوست داشتن خداوند روش تاکید داره، و بعدم حتی یه جایی میگه اشد حبا لله، مؤمنان واقعی کسانی هستن که شدیدترین، بنابراین رابطه حب هست و محبوب. بله. در یک طرف، در طرف دیگر رفیق اعلی هم در خود قرآن آمده. بنابراین این انسان میتواند که رابطه با خداوند داشته باشد، و سطوح مختلف اینجاست، با نظرشون موافقم، چون بعدم بنا هم بر این نیست که ما در همون الهیات 1400 سال پیش که قرآن گفت باقی بمانیم. که آقای اشکایی، درسته که میگید این ایرادی به ماست و خیلی ساده ازش عبور میکنید، این ایراد به مسائل بنیادی و جدی میانجامه، از جمله تصور از شما از خداوند، به رابطه شما با خداوند شکل میده دیگه. رابطه هست، رابطه مولا و عبد، رابطه هست، رابطه معشوق و عاشق، رابطه هست به تعبیر بعضی از همفکران خود شما، رابطه همکار، رفیق اعلی گفتید. اگر شما یک خدای غیر قابل دسترس یا دیریاب داشته باشید، چطور میتونید رابطه همکار، رفیق اعلی باش داشته باشید؟ به عبارت دیگه، مسئله توکل به خدا چی ازش در میاد اگر این خدای شما قابل درک نباشه، اینقدر در ارتفاع بالا باشه که برای عموم مردم دریافتنش سخت باشه؟ ببینید، حرف من همینه که اون شکلی که شما یک دوگانه ایجاد میکنید غیر قابل سازش، من میبینم که میشه اینها رو بین اینها سازگاری ایجاد کرد. این دیگه هنر مؤمنه. ببینید، یه جمله بودا داره، میگه با انگشت به ماه اشاره کن، ابلهان به جای اینکه ماه را ببینن انگشت تو را ببینن. مگه بنابر این هست که مؤمنان همیشه فقط انگشت ببینن؟ یعنی خب اون ماه را هم باید دید دیگه، درسته؟ بله. حالا من با اون رابطه، با اون ماه، پیغمبر یه جوری رابطه داره، علی یه جوری رابطه داره، نمیدونم مولوی یه جور رابطه داره، من یه جور رابطه دارم، شما یه جور دیگه رابطه داری. یه جمله‌ای رو آقای مرحوم محمد تقی جعفری ازش نقل قول کنم که یه وقت سخنرانیش رو بازش شنیدم، یه جمله‌ای گفت به نظر من کلید واژه است، یعنی شاید در اینجا در پاسخ سوال شما یه خورده به کار بیاد.
گفته بود که به من هی ایراد میگیرن که شما یه جوری حرف میزنید هیچ کس نمیفهمه. بله. بعد میگه منم در جواب یکی گفتم که خیلی خوب، شما خودتون رو بکشید بالا، من چرا خودم از اون بالا بیارم؟ خب آقای دباغ، چنین میشه گفت به عموم مؤمنان که شما خودتون رو بکشید بالا، من همین جور حرف میزنم؟ این انشقاق بین اونها که درک نخبه از خدا دارن، درک تنزیهی دارن از خدا، و اونها که درک انسانوار از خدا، این به چه می انجامه؟ اولا شما میتونید عموم مؤمنان رو قانع کنید، و اگر نمیتونید به چه عواقب اجتماعی می انجامه؟ بگذارید کنار عواقب معرفتی و الهیاتیش رو، توکل به خدا در این درک شما خیلی جای اونچنانی نداره. ببینید، من پاسخی که دارم اینه، ما اینجا از مفهوم بازی زبانی ویتکنشتاین بخوام استفاده بکنم، بازی‌های زبانی دیندارانه متفاوتی داریم. پس شما به عموم مردم بازی زبانی خودشون رو واگذار کنید و خودتون بازی زبانی خودتون داشته باشید. میخوام این رو بگم، یه قولی، نقل قولی از اون دیزی فلیپس مثال بزنم، فیلسوف دین ویتکنشتاینی، که میگفت یک بار یک بیوه زنی که، یا زن مسنی که فرزندانش رو از دست داده بود، گفت که من وقتی که ازش پرسیدن یادداشت شرح احوال میگم من میدونم که خداوند وقتی که در باغچه زندگی علف‌های هرز رو نمی‌کنه، بلکه گل‌های خوشبو رو جدا می‌کنه. بله. و این به من تسکین میده. فیلیپس میگفت که این حرفیه که برای او موجهه، من رو قانع نمی‌کنه. ما دو تا یا چند تا به تعبیری بازی زبانی مختلف داریم. من می‌خوام این رو بگم خدمتتون که اگر ما انواع تصورات از خدا داریم، که هنوز یکی شب انواع نیایش هم داریم، یک کسی میتونه در یک بازی زبانی دینی نیایش مخاطب محور بکنه که رکن رکینش مخاطبه و تخاطب با خداونده. بله. در نیایش عرفانی سکوت، در نیایش حکیمانه همون تصور و باورپذیر بودن به باورپذیری به اینکه هستی قوانین مختلف و نقض ناپذیری داره، و به همین خاطر فرد تصویرش رو از علم و قدرت خداوند تهدید میکنه، یعنی محدود میکنه. میخوام بگم نیایش متناسب با تصویری که فرد از خدا داره، و مهم نیست که این تصویر از نظر معرفتی قابل دفاع باشه یا نه، مهم اینه که این نیایش، نیایش اصیلی باشه. شما دارید میگید که عموم مردم تصوری دارن که از نظر فلاسفه قابل قبول نیست، معقول نیست، یا دست کم تراش بد بخوره. آره، یعنی وقتی از اوصاف انسانی خدا سخن میگن، باید بدانن یا گفتگو بکنیم که خدا به سان پادشاهی نیست که بر عرش نشسته. اگه سمیعه، اگه بصیره، نه به اون معنایی که ما شنواییم و گویاییم. میدونید، میخوام بگم این گونه باشه، اما هر نوع دینداری متناسب میشه و تصویرش از خدا و نیایش متناسب با اون، و این با یک کثرت غیر قابل تحویل به وحدتی ما رو نشان مواجه میکنه. بله. آقای اشکوری، ایراد دیگه‌ای که به الهیات سلبی و تنزیهی بسیاری از نواندیشان دینی گرفته میشه اینه که این الهیات، همونجوری که خود شما گفتید، متمایل به سمت رادیکال شدن، یعنی گفتید شکل رادیکال هم داره. آیا این شکل رادیکال انتهای تصور تنزیهی از خدا نیست؟ یعنی در واقع مقصدش نیست الهیاتی که مثلا در اسپینوزا دیده میشه، که خدا برابر میشه با طبیعت، شما طبیعت رو میبینی و فکر میکنی این خداست؟ ممکنه، ممکنه اینجور باشه. شما آینده رو که نمیتونه پیش بینی بکنیم، که همونجوری که 100 سال پیش نمیدونستیم که امروز متفکران ما چی میگن. دینداری میشه طبیعت داری، طبیعت داری. بله، ممکنه. ببینید، من یه نکته رو میخوام بگم. شاید اون حرف مولانا در داستان موسی و شبان یه خورده پاسخ شما باشه. اگر ما اشکالی که این داریم، ما آدم ها همیشه داریم از وسط جهان برش میزنیم، و بر اساس همین ادبیات مرسوم و سنتی 1400 سال دوگانه موحد و کافر و مؤمن و مسلمان و مشرک و نمیدونم تو جهنمی هستی تو بر اساس همین ادبیات رایج اسلامی یا مسیحی یهودی صحبت میکنیم، هی غیریت میسازیم، هی به قول معروف پل میسازیم، داریم اینجوری صحبت میکنیم که مثل به نظر میاد که بین اینها نمیشه سازگار. ولی اگر از اون ارتفاع، از اون بالا، از سوی خداوند به نگاه کنیم، و خداوند به موسی پیامبرش خطاب میکنه، حالا این روایت تاریخ نیست، تمثیله، بسیار به نظر من گویا هم هست، روشنگر هم هست، بنده ما را چرا کردی جدا؟
بنابراین اگر شما از من بپرسید که شما خیلی خوب حالا با این نوع خودشناسی که شما دارید ازش دفاع میکنید، شما با پدرتون مادرتون چجوری صحبت میکنید؟ پدر مادرتون با خداوند رابطه برقرار میکنن یا نمیکنن؟ از شفا میخوان یا نمیخوان؟ من شخصا البته در گذشته چرا بیشتر برای اینکه با اون ذهنیت بیشتر حرف میزدم، الان دیگه سختگیر نیستم نسبت به این مثلا. شما حتی گفتید که من انتظاری از خداوند ندارم. بله همینه. این انتظار نداشتن از خدا چه نوع دینداری میآفرینه؟ به عبارت دیگه وقتی میگه انتظار ندارم، یعنی اینکه انتظار ندارم خدا در کار جهان دخالت کنه دیگه. پس خدا پس بنشینه. خدای تنظیم خودم میبینم. ببینید ثقل داستان رو خودم میبینم، یعنی همون انگوش راهنما هست و به ما یعنی من اینجا از خداوند انتظار ندارم که بیا در زندگی روزمره من دخالت کنه، منو سعادتمند کنه، منو شقاوتمند کنه. من عرض کنم هر چی هست در درون خودم میبینم، همه چیز هست در انسان. یعنی رابطه ای من، نوع دینداری من، نوع خداباوری من، نوع نیایش من، نوع ارتباطی با خداوند میگیرم، این تعیین کننده است. نه اینکه از خداوند انتظار داشته باشم که از اون بالا بیاد بشینه فرمان بدهد، بشود نشود. این اون چیزی که در اونجا گفتم، اون جمله البته اونها که از خدا انتظار دارند نمیگن در هر کاری دخالت کنه و ما رو در هر پیچی، در هر بحرانی، در هر نمیدونم چیز ریز و درشتی در دنیا دستگیر باشه. انتظار از خدا داشتن به معنی این هست که مثلا امید هست که خداوند کار جهان رو درست کنه. بله من امید دارم که خداوند سخن منو بشنود. اگر منظور از انتظار اینه که البته اون جمله در متن یک صاحب اصطلاح متن مفصل بلندی بوده که این جمله رو حالا عرض کنم سردبیر اون جمله رو در آورده بود، اما باش مخالف نیستم. ولی اون انتظار نداشتن به اون معنا هست، نه به معنای اینکه من چون خداوند و جان جهان میشناسم با تعبیراتی که در مولوی هست، در عرفای ما هست، بنابراین تلاش میکنم که به صورت وجودی، چون رابطه رو قبلا اشاره کردم، رابطه من با درباره خداوند، حتی من از کلمه عبد به مفهوم سنتیش دیگه استفاده نمیکنم. من میگم که من رابطه‌ام با رابطه شهودی و رابطه وجودی، اگر بتونم این رابطه رو برقرار بکنم مشکل حله. شما با این گزاره چه مخالفتی یا موافقتی دارید؟ نظرتون چیه در موردش که از خدا انتظاری ندارم؟ من این گونه میگم، اتفاقا تو همون سری مصاحبه‌هایی که الان جلوی بهش که گفتن هم با من هم مصاحبه شده بود، من انتظارم از خدا تصحیح و تهدید کردم. تهدید یعنی محدود، و فکر میکنم که خدایی که واضح قواعده، علمش و قدرتش، تصویرم و تلقیم و از اینا محدود که کرده باشم، اون وقت اون ایجنسی و کنشگری انسانی برای من پررنگ میشه. از طریق اسباب و علل و عواملی که در عالم هست کارامو پیش میبرم، دعا هم میکنم، یعنی دعامو روانه در هستی میکنم. اما به قول حافظ در بند این مباش که نشینید یا شنید، یعنی یه تصویر حداقلی به این معنا، تصور حداقلی از خدا. اون گونه که من در مقالات مطالب شما میبینم، دین رو تبدیل به روان درمانی میکنه، چنین نیست؟ یعنی شما بذارید براتون بخونم در مطالب شما گفتید سلوک انسان مدرن سلوک افقیه، یعنی زندگی این جهانی برجسته میشود و فرا رفتن از زندان تن و طبیعت به محاق میرود. غایت اون آرامش درون، خرسندی، غرقگی، دلمشغولی و مواجه شدن با داده های هستی و در آغوش کشیدن اونهاست. فارغ از اینکه اینها خیلی مبهمه، ببخشید مثلا کیم کارداشیان هم میتونه بگه من هم داده های هستی رو در آغوش میکشم، فارغ از اون ایراد، این دین رو تبدیل به روان درمانی کرده، یعنی دیگه ربطی به خدا نداره، شما نیایش میکنی برای اینکه حال خودت بهتر بشه. بله، اولا این نهایت الهیات تنزیهی نیست؟ اولا اون داده های هستی توجه دارید معادل مسلمات هستی اروین یالومه، این که الان فرمودید، یعنی فارغ از این که چه کسی آره آخه اشاره نه بله، میخوام بگم یه بحث فلسفی، حالا اشاره به کیم کارداشیان اینو کردید، میخوام بگم که قصه عرض میشود هزار باده ناخورده در رگ تاکست. کیم کارداشیان هم میتونه بگه که قایت هستی من خرسندی، غرقگی، دلمشغولی و مواجه شدن با داده های هستی است. منظورم اینه که باز هم ناچارم تکرار کنم، خدایی که اینقدر ارتفاع گرفته به تعبیر خودتون، یه جای دیگه غایب میشه.
توجه دارم. ببینید، میخواستم اون اول این رو بگم که اتفاقا اشاره خوبی کردید به سلوک افقی و سلوک عمودی که حالا من ازش تو نوشته ها من بله فرمودید. بگید که منظورتون چه هست. ببینید، از سلوک عمودی یعنی اون سلوک سلسله مراتبی، من سلوک عموم مردم، آره، یعنی نیای، یعنی هم بله بله، یعنی هم به لحاظ سلسله مراتبی هرم هستی، هم گویی که مثل یه آبشاری از مراتب هستی بالا به پایین اومده. مثلا شما قصه های عرفانی شهاب سهروردی رو که میخونید به یه معنا کلی اون هرم هستی رو توضیح میده، سلسله مراتبیشو، و بعدم از پایین به بالا، یعنی همون نیایشی که این گونه است که اشاره فرمودید. سلوک افقی از پیش خود راه افتادن و دوباره پیش خود رسیدنه، اما اینا منافاتی با هم نداره. یعنی این گونه نیست که اگر کسی به یکی در غلطید به دومی هم در نغلط لزوما. آخه گفتن این که منافاتی با هم ندارن مثل اینه که بگی همه چیز رو با هم میشه جمع کرد. نه نه نه، من اینو نمیگم. نه نه نه، من اینو می‌خواستم لیزه بدی توضیح میدم. ببینید، مثلا مولانا هم سلوک افقی داره هم سلوک عمودی، خب؟ بله. یا در سپهری اونقدر که من میفهمم سلوک افقیش پررنگ‌تره. میتونیم این رو بگیم که سلوک افقی با پاره‌ای از تصورات از خدا تناسب و تلاعم بیشتری داره. الان اشاره به اسپینوزا کردید و همه خدا انگاری که سپهری هم یه نماینده اون در سنت ماست. من میفهمم سلوک افقی با خدای وحدت وجودی با همه خدا انگاری تناسب و تلاعم بیشتری داره. اما چرا میفرمایید که این به روان درمانگری فروکاسته میشه؟ یعنی میخوام بگم فرد میتونه تصویر و تلقی از باور از هستی داشته باشه و با او به روایت خودش به تعبیر من نیایش کنه. در این حال اون قصه روان درمانی هم اصلا علل اصول، خب میدونیم هم فرانکل هم برخی دیگه از کسانی که تعلق خاطر دینی هم داشتن، اشکالی هم نداره ما به روان خودمون هم برسیم و در پی سامان داشتن به اون باشه، به روان خودمون برسیم و در این حال فرد خدا باورم باشه. خب دینداری تبدیل کردن به این که ما به روان خودمون برسیم، این اگه تحویل توش باشه، آره، نه در روایت من تحویل نیست. ببینید، بیام سراغ عالم مسیحیت، این همه کار کانسلینگ الان تو کلیساها میشه. ببینید، در کنار دینداری، آره، کانسلینگ هم میشه. همینو میگم، اینکه جای دینداری رو گرفته باشه. قبوله، توجه دارم. توجه دارم کاملا. میخوام بگم پس یعنی یکی رو گرفتن یا به قول شما سلوک افقی یا اینکه من میگم کار کانسلینگ یا حالا شما فرمودید روان درمانی، این منافاتی نداره یا این گونه نیست که حتما فرد خدا ناباور یا ندانم انگار باشه. اما قبول دارم، قبول دارم تصویرش از خدا تصویر نامتعارف یا تصویر جمهوری دینداران نیست. بله، اینو قبول دارم. تصور ما از خدا ربط مستقیم داره با این پرسش که خدا با انسان سخن میگه یا نه. این سخن گفتن خدا با انسان رو شما چجوری فرموله میکنید؟ بیانتون ازش چیه؟ درکتون ازش چیه؟ قبل از اون یه جمله رو اشاره بکنم و اونم این است که از اون ور که ایراد گرفته میشه که به نظر من ایرادها بعضیاش وارده، یا لاقل پرسش ها وارده که خب این نوع الهیات تنزیهی شما خیلی ارتفاع میگیره، رابطه از سطح عموم خارج میشه، از سطح عموم خارج میشه. همینه، به همین دلیل من معتقدم که اون چی که در قرآن هم آمده راجبه نمیدونم خدا و بهشت و جهنم و امثال این حرفا رو، حالا اینکه من از بهشت جهنم چه تلقی دارم بماند، برای همه اینها رو من به صورت عمدتا استعاری میبینم برای لسان قوم، برای فهم مردم، برای اینکه این استفاده کم کنه. بلده. رابطه یعنی بین خدا و جهان یک رابطه برقرار بکنه. بلده. بنابراین در مسیحیت و یهودیت و اسلام به گونه های مختلف که تجلی رو من بهش به اصطلاح اشاره کردم. اما سخن گفتن رو باز برمیگردم به همون کلید واژه تجلی که در حداقل زبان قرآن و در دین اسلام با در ادب عبری عربی با کلمه وحی به اصطلاح توضیح داده میشه، سخن گفته میشه، خداوند وحی نازل میکنه، نازل هم میکنه یعنی تنزیله، یعنی اون چه که مشیت الهی هست به اصطلاح یا پیامی که به نزد باشه، این پیام در آغاز هیچه، یعنی چون هیچ کس خبر ازش نداره که ما خبر نداریم، این بر قلب یک فردی به نام محمد، عیسی، موسی یا هر کسی دیگری، نهایتش قرآنه. بله، در نهایت هی تنزیل میشه، هی تنزیل میاد. این کلمه تنزیل اینا بیهود به کار برده نشده، نازل به اصطلاح انزال بله. تنزیل بعد مرتب میاد تا به قلب پیامبر القا میشه به تعبیر قرآن، و بعد تبدیل یواشاش برای اون مفهوم میشه و اون رو تبدیل به کلام عربی میکنه. تجسدش رو در قرآن میبینیم. بله، تجسد میبینیم در اونجا، و بعدم خود حضرت محمد که این به اصطلاح گفته، من فکر میکنم از
ادب سنتی اگه بخوام استفاده کنیم، اون حدیث معروف سلسله جرس که از پیغمبر عایشه از پیغمبر نقل میکنه تا حدودی روشن میکنه که من میگه کلام الهی که بر من القا میشد در درون که ما نمیدونیم، البته فقط صرفا نقل قولی، یعنی چیز نقلیه، در من که نقل میشد صدا خیلی دور 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 بود، بعد هی نزدیک میشد نزدیک میشد تا یواشاش به صورت صدای زنگ کاروان در میامد، در نهایت تبدیل به کلام میشد. بله. و این کلام به شفاهی گفته شده طبق اونچه که منابع نوشتن، بعد کتابت شده تا امروز به صورت قرآن در اختیار ما قرار گرفت. شما این درک از سخن گفتن خدا با انسان رو میپذیرید؟ یعنی قرآن حاصل سخن گفتن خدا با انسانه؟ من این گونه عرض میکنم در پاسخ که البته که وحی و کلام وحیانی اتصالی بین زمین و آسمانه طبق تعریف، یعنی هستی مطابق کسی که درکی از امر وحیانی داره و اون رو تلقی و قبول کرده خود بسنده نیست. اما در تصویر من که مفروضات متافیزیکیش با خدای وحدت وجودی و همه خدا انگارانه و خدای فلسفی تناسب و تلاعم بیشتری داره، عاملیت پیامبر توش خیلی پررنگه، یعنی اون بخش زمین به آسمانش هم خیلی پررنگه و پیامبر در این رابطه و فراورده وحیانی، یعنی در این فرایند که محصولش میشه فراورده وحیانی، نقش پررنگی داره. من اینجوری میفهمم، یعنی با اون خداشناسی تناسب و سازگاری بیشتری داره. آیا منظورتون اینه که قرآن رو بیشتر حاصل عاملیت پیامبر میدونید تا از اون سو حاصل تعامل دو سویه است؟ اما یعنی دو سویگی که توش عاملیت پیامبرم پررنگه، یعنی با جان جهان یه اتصالی داره، همون تصویری که خب عرفا هم داشتن. شما به ما بگید که خداوند چطور با انسان حرف میزنه؟ از طریق قرآن نبوده؟ چرا، محصول اون حرف زدن شده قرآن. چرا؟ ببینید توی تصویر سنتی هست که، یا توی الهیات سنتی که، ببینید مثال بزنیم همین قصه نزول ملک بر پیامبر رو، یه تصویر رائج داریم که انگار گویی ملک از آسمان بر دوش پیامبر می نشسته. اما شما وقتی آقای طباطبایی رو مثال میزنم در تفسیر المیزان، میبینید که معتقده در تفسیر آیات سوره فاطر که این ملک در قوه خیال بر پیامبر نازل می شده. یعنی این سویه سوبژکتیو قصه رو ایشون پررنگ میکنه. عرفای دیگر هم همینطور. من این تصویر رو معقولتر و موجهتر میدانم، یعنی اون جنبه‌ای که در آن هم عرض میشود که قوه خیال پیامبر محوریت داره، مرکزیت داره، و بعد با این تلقی از امر متعالی تناسب بیشتری داره. یعنی یه وقت است شما از ملک اون تصویر ابجکتیو بیرونی رو داری، یه وقت است که این تعامل بیرون و درونش خیلی پررنگه و عرض می شود به تعبیری عرفانی تر و فلسفی تره. بله. من این گونه می غلطم. بله. در این سمت می قرار میگیرم. بله. ببینید اولا اینکه به اصطلاح پیغمبر عاملیتش بیشتره، بسیار خوب، حالا میخوام برجسته ترش بکنیم، اشکال نداره، بنده هم خودم بهش موافقم، منتها باید تبیین بشه یعنی چه عملیات پیامبر در تولید وحی یا کلام الهی چیه، یعنی این عملیات تا چه اندازه است، کجاست، با چی میکنه، باید توضیح داده بشه. یعنی کلیاتش من قبول دارم ولی میخوام چیز نشه. و از طرف دیگر هم به هر حال این کلام الهی هست یا نیست، حالا عملیات محمد بیشتر یا کمتر، بالاخره این سخن رو خداوند بر پیغمبر القا کرده و این قرآن محصول این تعامل، محصول به اصطلاح تعامل دو طرف است. منتها دو طرفه ای که از یک طرف پیام، چون اصلا غیر از این باشه پیام بی معنا میشه، پیغمبر بی معنا میشه، نبی یعنی کسی که سخن آورده، سخن زیرگوشی رمزآلود که اصطلاح عبری عربیه. ولی این محمد اگر بگیم که پیامی نبوده است، لا خبر اونجا ولا و از بالا پیامی نیامده است، خود محمد بر خودش پیام فرستاده، یا فرض بفرمایید که البته ایشون نگفته ها، ولی میگم اگر چنین چیزی باشه اون وقت دیگه پیغمبری بی معنا میشه، چون پیغمبر یعنی که پیغام آورده است، پیام آورده است. بله. بذارید پس ببینیم جواب آقای دباغ چیه، که سخن گفتن خدا با انسان به شکلی که شما گفتید با عاملیت بالای پیامبر به چه معناست؟ ایشون میخواد، بله ایشون گفتن که کاملا ربط داره دیگه به تصوری که ما از خداوند داریم. بله بله،
من اشاره کردم این تصویر که عاملیت پیامبر هم پررنگی، حالا گفتن مخالفتی ندارن، حالا الان بحث الهیاتی نمی کنیم، ما بحثمون ناظر به تصور تصورات مختلف از خدا بود. الان هم عرض میکنم درک من اینه با اون تصویری از خدا که غیر متشخصه، عرض می شود همه خدا انگارانه، خدای فلسفی، درک من اینه. حالا اونو میتونیم مستقلا به لحاظ الهیاتی درباره‌اش سخن بگیم، مکانیزمش یعنی به لحاظ هستی شناختی این تصویر که پیامبر اتصالی با جان جهان برقرار میکنه و عاملیت اون در اینجا محوریت داره، بگیم پررنگه. این به لحاظ هستی شناسانه و ارتباط ماوراء طبیعت و طبیعت من دارم توضیح میدم. به لحاظ کلامی میشه بعدن توضیح داد که این چه درکی از نبوت توش هست. ببینید چون خطاب، یعنی من این گونه بخوام عرض بکنم، خطابی که ما در نبوت داریم همچنان میتونه در بر جای بمانه، یعنی سخنان پیامبر که برای دیگران میتواند در این تصویر حالا بگیم تکلیف آور باشه یا نه، بگیم دیگران رو تلقی به قبول کردن. بذارید یه توضیح معرفت شناختی در این باب بدم. میشود گواهی تستیمونی یکی از منابع معرفته، میشه این گونه توضیح داد تو این تصویر اونقدر که من میفهمم در این مدل الهیاتی که پیامبر با جان جهان اتصال و ارتباطی برقرار میکنه با ساحت قدسی عالم به این معنا و به دلایلی حتی بیرون از این رابطه دیگران که مخاطبان او در وهله نخست بودن این سخنان رو در خور اعتماد یافتن، گواهی پیامبر برای اونها معرفت بخش بوده. وقت تو این تصویر پیامبری بر جای، یعنی روایتی از مفهوم پروفتود، پیامبری به دست داده شده و پیامبرم با جان جهان اتصال برقرار کرده، هرچند این با روایت سنتی البته خیلی فاصله داره. این نه، من به این شکل نمیبینم. من همون روایتی حالا بگم، چون معمولا بعضی واژه ها به صورت یک دشنام در میاد، سنتی نوگرا و از این حرفا، اینجا اتفاقا من اون برداشت سنتی رو، اینجا اتفاقا اون برداشت سنتی رو معقول تر میدونم، برای اینکه اون چه که ما در طول 1400 سال آموختیم، از قرآن آموختیم، یعنی ادله عقلی نقلی فراوانی پشتش هست، یک 1400 سال فرهنگ پشتش هست، لاقل برای من قانع کننده است، چون اینجا حداقل برای من مبهمه. اینکه خداوند، ببخشید فقط عذر میخوام قطع میکنم، خیلی فقط کوتاه، بله، توی سنت ما عموم عرف و فلاسفه هم درکشون همین بوده و یعنی شما طعم چشیدن طعم وقت بوسعید ابوالخیر رو بخونید، اونا میگن ما هم شریک از واقع موجود پیغمبریم، یا ابوالحسن، نه اب نداره، بدونید فقط میخوام بگم چون فرمودید تو 1400 سال، نه من میخوام بگم ابوالحسن خراقانی، بوسعید ابوالخیر، بایزید بسطامی، درک عموم اینا از امر وحیانی این بوده که مثلا فرض کنید که پیغمبر فعال، خدا منفعل، نه خدا منفعل، از سخن شما اینجوری برمیاد که پیغمبر مفاعل، خدا منفعله، یعنی از پایین یه ارتباطی برقرار میشه، حد اکثر خداوند جواب میده دیگه. این اثر نگفت منفعل، نگفتم، ولی یعنی اید عاملیت پیامبر پررنگه. آره عرفا عمومیشون اینجوری میبینن. ولی آقای من دو تا سوال کوتاه میکنم از آخر رسید به اختلافات. بله ابتدا آقای اشکوری، این تصوری که شما از خدا دارید ممکن از خیلی ها در واقع نافی اراده آزاد اختیار بشری باشه. پیامبر هم یک بشر دیگه، یعنی همه چیز از خدا دیکته میشه و پیامبر به عبارت یک لوح سفیده. نه، ایشون میگه که عاملیت داره، همونجوری که انسان عاملیت داره. نه، من اول گفتم عاملیت داره، دو سویه هم هست، نیاز راز است و نیاز هر دو با هم دیگه هست. ولی شاید یه مقدار حرف من با اون گذشتگان یا بسیاری از اونها متفاوت باشه، ولی در عین حال اینجوری نیست که بگیم خداوند یک طرفه از اون بر اصلا متکلمین گذشته ما هم میگفتن بالاخره شخص نبی مستعد باید باشه، ظرفیت داشته باشه، بله، صلاحیت داشته باشه، این صلاحیتش رو در عاملیت خودش منعکس میکنه، وگرنه خود پیغام خود، ولی پیام از جانب خداونده، خب، اراده و مشیت الهیه، بله، که پیام میفرسته. در همین حیطه سوالی که میشه از شما کرد اینه که اگر یک خدای چنان مرتفع رو تصور کنیم که به پیامبر اجازه داده که رؤیاهای خودش رو به بشر، به آدمیان در اون مراحل، به پیروانش بده و بگه که این پیام خداونده، این چجور خداییه؟ اینقدر ارتفاع گرفته که اجازه میده به پیامبرش که رؤیاهای خودش رو به پیروانش بفروشه به نام پیام خدایی؟ به چه معنا میگید این چه جور خداییه؟ یعنی چی؟ یعنی اینقدر فاعلیت، عاملیت به پیامبر داده که
رؤیای خودش رو به اسم وحی به پیروانش بده. خب اشکالی چی داره این؟ اشکال نداره. نه دارم میپرسم، بگید نامتعارفه، من میپذیرم نامتعارف این تصویر. اشکالش اینه که خداوند چنان منفعله که اجازه میده که پیامبر چیزی رو به بندگان خداوند بگه که در واقع اون نیست، به این معنی که این وحی نیست، این رویاهای خودمون پیامبر. ببینید من الان اصلا کاری به تعبیر رویا ندارم در بحث ما الان، اجازه بدید اصلا وارد اون من نشم. من میخوام میگم این تصویری که من دارم که عاملیت پیامبر توش پررنگه، احیانا برخلاف آنچه جناب اشکوری فرمودن، احیانا در سنت گذشته ما مسبوق به سابقه است. بله، فارغ از اینکه در سنت خب سابقه داره خب. یا نه، آیا این حد از فعالیت پیامبر که در واقع درک و تلقی و یا به گفته شما ارتباطش با جان جهان رو تبدیل به وحی میکنه، این نتیجه گیری که از این میشه اینه میشه که خداوند پس نشسته، غایبه و اجازه داده به پیامبر که وحی رو به انسان‌ها بده، اما وحی نیست، این حاصل در واقع یا برداشت خود پیامبر از ارتباطش با جان جهان. ببینید اونی که ما اصلا الان داریم، اصلا شما بیایم سراغ نگاه سنتی، مگه اونی که داریم به تعبیر شما برداشت یا فراورده پیامبر نیست؟ قرآن هم همینطوره. ما الان داریم راجع به، البته بحث ما راجع به تصوف مختلف، چون توی گوش من میگن وقت نیست. خیلی خلاصه من حاصل صحبت آقای اشکوری رو از شما بپرسم، فکر نمی‌کنید برداشت شما این حد از فاعلیت پیامبر به یک خدای منفعل و حتی غایب بیانجامه؟ نه غایب نه، ولی به یه خدایی که از جنس جان جهانه، ساحت قدسی هستی، با همون بحثی که داشتیم، یعنی متناسب با الهیات تنزیهی خدا انگاری و خدای فلسفیه، با این تصویر از خدا که فلاسفه و عرفای مسلمان هم در طول سنت گذشته قائل بودن، اما صورتبندی امثال ما جدیده، نه اینکه این همون صورتبندی گذشتگان نیست. اما با این صورتبندی از اون اله، با این تصویر از خدا به نظر میشه دفاع معقولی کرد. آقای دباغ، روی اون موضوع مکس نکردیم که اهمیت یافتن نیایش در برداشتی که شما از دینداری دارید در واقع ممکنه به اون چه که کیرکگارد گفت شما رو برسونه که مهم نیایشه، حتی به خدای دروغ مهم اصالت نیایشه و بهتر یک نیایش اصیل داشته باشی به یک خدای دروغین تا یک در واقع نیایش پر از تزویر و ریا به یک خدای اصیل. چنین نمیرسونه برداشت شما از دینداری شما رو؟ من با سخن کیرکگارد موافقم و فکر میکنم با روایت من هم منافاتی نداشته باشه، اینطوری میتونم بگم. در تکمیل آنچه که تو برنامه هم البته آمد، حالا به قول شما تفصیل بیشتری پیدا بکنه که نیایش هر کسی متناسب باشه و به این معنا اصیله که متناسب باشه با تصویری که از خدا داره یا امر متعالی داره. اون وقت هر نوع تصویری به این ترتیب نیایش در خور خودش، اگر نیایش در خور خودش رو داره. تو اون حالا مقاله‌ای که من نوشتم، چون اشاره فرمودید به انواع نیایش، فرض کنید جمهور دینداران نیایششون نیایش مخاطب محوره، یعنی با خدا تخاطب میکنن. بعد نیایش عرفانی داریم، نیایش به روایت من معنوی هست، نیایش حکیمانه هست و نیایش آرزومندانه. میخوام میگم اون نکته که شما فرمودید، هستن کسانی که تعلق خاطر دینی ندارن اما به یاد اوقاتی که نیایش میکردن در گذشته این کار انجام دادن. حالا من الان بعد از برنامه است به قول شما گپ و گفته بگم، من چند سالی کار سایکوتراپی هم میکنم در کانادا، در میان درمان جویان هم داشتم کسانی که سالها تعلق خاطر دینی داشتن و الان نیایش میکنن، الان دیگه باور ندارن، حالشون بهتر میکنه. به اون نکته کیه که گاردم احتمالا این متناسبه میشه، همون روان درمانی دیگه، میشه دینداری بخشش مساویس با روان درمانی. من میگم خودشون میگن از احوال خودشون که دارن خبر میدن اینو عرض میکنم. بله. میگن که ما یه اوقاتی در واقع تنگ میشیم، خودشون میگن میکنن. ولی شما بهشون میگی این نوع دینداریه، این من اینو نمیگم. نه من نمیگم. نه خب بس اینه که دینداری چیه، غیر دینداری چیه، وجه ممیزشون چیه. بله، حالا شما سوال خاصی داشتید؟ بله، اگر وحی رو از دین حذف کنیم تبدیل به نظر من، ببینید اگر وحی رو، وحی به مفهوم سخن گفتن خداوند، حالا با هر تفسیری، با عاملیت دو طرفه، یه طرف هر جوری، این که بگیم از اون بالا پیامی نیامده است، وحی رو منتفی تلقی کنیم، به نظر من این به معنی بلا موضوع شدن دینی،
چون دین، من خودم که بارها نوشتم گفتم دینداری رو تعریف میکنم در ایمان، ایمان هم ایمان به نبوت محمد است. حتی توحید رو هم من گاهی نمیارم، البته اساسش توحیده، محورش توحیده، ولی توحید به دلیل اینکه وجه اشتراک بین اسلام، مسیحیت، یهودیت هم هست، ولی اون میشه از مسلمان نباشی موحد هم باشی. اما مسلمانی یعنی مؤمن مسلمان چجوری تعریف میشه؟ ایمان به وحی و نبوت محمد. بله. این به نظر من این نقطه آغاز مسلمانیه یا مؤلفه اصلی مسلمانیه. بین مسلمان و مسیحی و یهودی و پیروی دینی دیگر و همسال اینا وجه تمایزش همینه. وگرنه اگر بگیم که لا مثلا لا جا ولا وحی ولا وحی نزل که خبری هم نبوده دیگه تمام شده. سیستان یه فرصت دارید چنین چیزی؟ بله، من مخالفتی ندارم با این توضیحی که دادن، فقط هازا اول کلام به قول قدما، یعنی چه تصویری از خدا و چه تصویری از نبوت، این که پیام بوده بسیار خوب تفسیر میشه. بله دیگه، همین میگم که ما با هم پلورالیسم معرفتی که اختلاف نظر نداریم. بله. از خدا و دین و وحی نبوت روز قیامت میتونیم با هم بحث کنیم. من خودم میتونم متفاوت باشم. آقای اشکر اگه اجازه بدید بریم قهوه چای بخوریم ادامه صحبت اونجا بگیم. بله بسیار خوب، به آخر پرگار این هفته میرسیم. ممنون از شما که این بحث رو تماشا کردید و همینطور از مهمانهای برنامه حسن یوسفی اشکری و سروش دباغ.